سلام دوستان، من اومدم با یه ویدیوی جنجالی دیگه از کی بود. ویدیوی امروز ما درباره بازیگران شناخته شدمونه که به علت کشف حجاب و رفتار خارج از ارزش‌های اسلامی به دادسرا احضار شدن. سه شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1402 علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت کتایون ریاهی، پانتا بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمد آریا و رضا کیانیان به دلیل اونچه اون رفتار خارج از عرف و ارزش‌های اسلامی خونده به دادسرا احضار شدن. در ادامه گفت اگه این چهره‌ها در مهلت قانونی حضور پیدا نکنن جلب خواهند شد. کتایون ریاهی از اولین کسانی بود که حجاب اجباری خودش رو در اعتراض به مرگ مهسا امینی با انتشار پستی در اینستاگرام برداشت و با ایران اینترنشنال هم مصاحبه کرد. اون بعد از این با حرکتی شجاعانه در مراسم تشییع کیومرث پوراحمد کارگردان سینما بدون حجاب اجباری حضور پیدا کرد. پانتا بهرام به حمایت از خیزش سراسری 1401 در ایران در پیج اینستاگرامش ویدیویی بدون حجاب اجباری منتشر کرد و در اکران مردمی آخرین قسمت سریال پوست شیر در حرکت دلیرانه بدون حجاب اجباری حاضر شد و پردیس سینمایی لوتوس مال هم تعطیل و مدیر این مجموعه اخراج شد. روز 10 اردیبهشت 18 دوره شب کارگردانان تئاتر ایران در قالب آیین نکوداشت آتیلا پسیانی و تولد 66 سالگی اون برگزار شد که در اونجا افسانه بایگان و فاطمه معتمداریا بدون حجاب اجباری شرکت کردند. این دو قبل از این هم در اینستاگرام عکسهایی از خودشون منتشر کردند و خانم معتمداریا در مراسم تشییع خاکسپاری امین طارق، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که برای تجلیل از مقام هنری این چهره معروف سینما پشت تریبون رفته بود، حجاب را از سر برداشت. این روزها همه حالشان بد است و حال ما بدتر از همه. با قلبی آکنده از اندوه امروز اینجا گرد هم آمده ایم تا انسانی را بدرقه کنیم که مهربان بود و نیک سرشت. امین پدر فرزندانی بود که این روزها یکی یکی پرپر می شوند. نه راندخار بود، نه میلیاردها ذخیره داشت. رضا کیانیان بازیگر سینما هم در مراسم 10 اردیبهشت در مورد حجاب زنان صحبت کرد و خطاب به حاضران گفت حق شهروندی زنانه که روسری نداشته باشن و ادامه داد زنان حق دارن که نوع پوشش خودشون رو انتخاب کنن. هر کسی در انتخاب پوشش خودش آزاده و کسی نمیتونه شما رو مجبور به گذاشتن یا برداشتن روسری کنه. ما نباید صحنه رو خالی کنیم. ممنون از شما کی بودیا که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردین. حتما با نظرات زیباتون ازم حمایت کنید. لایک و سابسکرایب و زنگوله هم فراموشتون نشه. به امید حق آزادی برای مردم ایران.